شب شما عزیزان و وطنداران خوبم بخیر. آرزومند هستم که در هر کجای هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و خوب جور صحت سلامت باشین. در کنار هم دیگر لحظات خوش را سپری کنین. باز هم سراچه آغاز شد. شما صفحه تلور تماشا میکنین و من فرهاد رامکی هستم. یک ساعت در خدمت شما. امیدوار هستم این یک ساعت ساعت باشه که ناحق ضایع نشه. در کنار ما بسیار لحظات خوش و خوب داشته باشین دوستا. بله عزیزا، امشب هم مهمان داریم که سالهای زیاد را در زندان بگرام سپری کرد و بعدش پس از حاکم شدن امارت اسلامی و افغانستان مدت میشه معین امور جوانان افغانستان شدن و کارها و دستاوردهایشان چقدر در بخش جوانان و برای جوانان کردند و میکنند را ما نمیدانیم. میخواییم از خودشان بشنویم که خودشان چی میگن در این مورد. جناب محمد یونس راشد، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، بفرمایید جناب. سلام، خیلی خوش آمدید. بخیر هستید؟ صحتمند؟ بفرمایید میسر. خیلی تشکر. خیلی بینید از اینکه وقت دادید آمدین به برنامه. چه خوشحال هستم که شما را میبینم جناب میسر. تشکر خیلی رامکی صاحب، به شما و به همکارانی محترم شما و از طریق شما به ملت شریف افغانستان، خصوصا برای جوانای گران قدر سلام و احترامات خود عرض می دارم. بخیر باشد. معین صاحب، آنچه را که ما می دانیم مدت زیاد را شما در زندان بگرام سپری کردید. به چی جرم امریکایی ها شما را زندانی کردند در زمان؟ جرم خوب گفته نمی تانم. ما در برابر اشغال امریکایی وظیفه وجدانی و ایمانی و ملی خود انجام می دادم. در مقابل اشغال امریکایی جهاد می کردم و در جهاد شما خودت می فهمید که این موضوعات هستند که شهادت و زخم و زندان این چیزا از لوازم جهاد هستند و الحمدلله ما سر متکلفی که از امی طریق به ما برسند ما افتخار میکنم. خواه میخوایم یک کمی از اون دوران قصه کنید. از کجا شما را بازداشت کردن و چی مدت را شما در زندان بگرام بودید و آیا در زندان پلچرخی هم آمدید یا نه از بگرام دوباره آزاد شدید؟ ما از شهر قندهار که در خود شهر خانه ما بود اوجا مرا گرفتار کرد. در خانه و مدرسه ما چپه امریکای انداختن. در دوران چپه وحشتم کردن. بعد از چپه مرا که گرفتن مرا بردن به در کندهار یک جایی بود در سپیشل فورس امریکایی دو جا زندگی میکردن. یک قومندانی از اونا بودن. در وقت حکمیت اول امارت اسلامی افغانستان در اوجا خانه علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله اوجا بودن. مرا در خانه لوی ملا صاحب من میگم در پشتو در اوجا مرا بردن. بعد از او در هلیکوپتر از اموجا به میدان هوایی قندهار مرا برد. یک شب در قندهار بودم اوجا یک زندانی خردکک داشتن. از اوجا مرا برد به بگرام. در بگرام بعض یک ماه یک جای بود به نام زندان سیاه یا در پشتو تورجل میگن مردم. در امی طور جل ما تقریبا زیر تحقیق از اونا بر یک ماه بودم. بعد از یک ماه مرا انتقال داد به خودی بگرام. بگرام در وقت که مرا بردن تقریبا 700 نفر زندانیا بودن. پیشینه در وقت شوروی ها در بگرام یک جای برای یماری تیاره ها سختن. امو جای را امریکایی زندان سختن. دو زندان بودن به نام مین فلور و یکیش دیگه هم به نام شو یاد می شد. شو و مین فلور. در مین فلور مرا در پنجره هشتم اوجا مرا انتقال داد و تقریبا یک چند ماه اوجا بودم. بعد از او مرا انتقال داد به زندان نوی بگرام که فعلا هم هستن. دو وقت کار از او شروع بودن تقریبا مای نومبر بودن که ما به گرامی کهنه مرا آورد.
از اوجا پس یک از دو ماه انتقال دادم به زندانی جدیدی به گرام. خواه، در این مدت که شما امارت اسلامی افغانستان حاکم شد به افغانستان به گرام رفتید، خاطرات او زمان را دوباره تازه کردید در ذهنتان؟ بله، بعضی رفیقای ما که فعلا مستن بعد از فتح کابل و بگرام ما رفتم به بگرام، امی زندان و امی جایی که مرا به تحقیق می بردن کلش برشان نشان دادم، چون ما تقریبا نزدیک به 3 سال اوجا تیر کردم. چند سال؟ 3 سال. 3 سال، بله. اوجا کل جا خود پنجره ما گفتم که دهی پنجره دهی جا ما 18 ما بودم دمی یک جا. بعد از این مرا انتقال داد دو دیگه بلک به نامی براوو می گفتن. در موجه باز بریسی ما بودم، بعد از او مرا انتقال داد به دیگه پنجره. دو جام تقریبا 4 ما می بودم. تا که الحمدلله از اموجا مرا خلاص کرد، بس از بگرام مرا رها ساخت و به حکومت پیشین افغانستان یا دست نشانده از اونا مرا نسپردن. از اوجا کاری ما خلاص شد، به هلمند مرا برد، از اوجا مرا آزاد کرد. خواه، از سختی های زندان تان نکایت کنین که چیگونه شب روز سپری می شد؟ میگن که زندان جاییست که هیچ وقت سپری نمیشه، هر قدر ساعت اگر نزدت باشه ببینی همون ساعت 2:05 بسیار با مشکل میشه. بله، اصل گپ دیست که یک کسی که به جرم گفتن میتانیم به یک سبب که او بندی شده باشن او خیلی مهم است. اگر کسی به وجدان خود ملامت باشن و بعدا هم در زندان باشن، شاید برای از اونا وقت تیر کردن بسیار خیلی دشوار باشن. ولی ما الحمدلله اوجا که مرا بردن سعیست، اول تقریبا یک ماه که ما در زندان سیاه بودم خیلی سخت بودن، چون ما تازه از زندگی عادی به زندگی یعنی سختتر، یعنی زندگی ما تبدیل شده بود از عادی به سختتر. ولی بعد از اینکه ما از زندان سیاه انتقال شدم به پنجره، اوجا که دیدم که بسیاری از مجاهدین بودند، علما بودند، طالبا بودند، ترانه بود و کتاب پیدا کردم، اوجا انجمنا بودند، بخیر مثل یک مدرسه واری بودند. مرا که اوجا انتقال داد یکی نن نگه بگویم در مو لحظه که در زندگی ما یکی از لحظه های بیخی بهترین برای ما بودن همین لحظه بود که مرا از زندان سیاه انتقال داد به پنجره دیگه بندیا. الحمدلله در زندان تکالیف جسمانی خواستن، ولی ایتور یک الحمدلله یک صحنه ما دا یادم نیستن که یک دفعه هم سری کارای خود پیش ما بدمی باشم. هر وقت افتخار سری زندان می کردم و در دورانی تقریبا 3 سال ما تدریس به طالب دیگه طالبان می دادم، سپورت می دادم، علیده یک روتین و یک تکس موقعات برای زندگی خود جور کرده بودم. بعضی وقتا خوی طور بودن که حتی در 24 ساعت ما نیم ساعتم برای زین نداشتم که همراه یک دیگر بندی ما صحبت تا بکنم. کلی زندگی ما میتور به تقسیم اوقات کردم. ملاقات سپری شد دیگه. امروز از زندانی ملاقات که امروز از زندانی. نه اینطور نبودن. ما در یک منجره تقریبا 35 نفر زندانی می بودم. و کلشان از مناطق ما بودن. اما پنجره که ما بودم خصوصا در اواخر زندان. الحمدلله یگانه چیزی که برای ما خیلی مهم بود این بود که در وقت جهاد و در وقت خانه بعضی چیزا از ما ضایع شده بودن. مثلا نماز تهجد خصوصا در جوانی خیلی سخت است یا کار سخت است، اوجا در زندان خیلی عادت خوب گرفتم. مطالعه کردن در خارج از زندان، شما میفهمین که مصروفیت که زیاد بسن به مطالعه زیاد وقت نمیمانند خانه، برای مطالعه خوب وقت یاد دادم. و چیزایی که در ذهن ما بودن، مثلا ما قرائت قرآن کریم را خوب یاد گرفته بودم در مراحل جوانی خود، اما را به دیگر طالبان من نشان دادم. بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر از یک بسیار مفصل در این مورد صحبت کردین جناب موین صاحب. حتما آل وقفه میگیریم دوستا، پس از اینکه دوباره برگشتیم این که از زندان
برآمدند و چی کارا را انجام دادند صحبت خواهد کرد. یک تشکری خاص میکنیم از آمی برنامه ما اپی ماسیف انرژی درینگ، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. مهین صاحب شما میتونین نوشیده انرژی مختص به شماست، توفه داده از طرف اپی ماسیف انرژی درینگ. خوب است مهین صاحب، میخوایم از رفتار و رویه آمریکایی ها در روز زمان بپرسم، با بندیان و با زندانیان چیگونه رویه داشتن؟ شما گفتید که انجمن بود، کتاب بود، قلم بود، همه چیز وجود داشت، پس رویشان چطور بود؟ رویه امریکایی ها فرق میکردن. جالب بود که امریکایی ها هر 6 ماه مسئولین زندانه را تبدیل میکردن. در اولی دوره 6 ماهی امریکایی که می آمدن خصوصا عسکرای نوجوان انتخاب می کردن، اونا جوان ها مثلا از تقریبا از 25 سال زیاد نبودن عمرشان. در اول که می آمدن از ما خیلی می ترسیدن، با ما نزدیک نمی شدن، مثلا بندی هستن، ضرورت هستن، ضرورت دارن. اونا بعض یک سیستمی داشتن که مثلا اگر شما کریم و برس بریدندن بکار داشتین، اونا همینطور در پنجره نمیدادن که شما به دلی خود هر وقت که دلت بخواین استعمال بکنین. در اوقات مخصوص برای شما اجازه میدادن که مثلا هر وقتی عزیزی که شما میتونین که برس خود استعمال بکنین، یا مثلا کریم دندان خود استعمال بکنین. بعض وقتی که شما مثلا یک بندی از کدام امریکایی میخواستن، خصوصا دوجه سیلگارد میگفتن، یعنی محافظ پنجره، از این که شما مثلا کریم دندان میخواستین، در اول اونا میترسیدن، نزدیک نمیشدن به شما. همینطور ما گفتیم که ما به زبان انگلیسی بلد بودم. بله بله. از اونا پرسان کردم که چرا شما میترسین از بندیا؟ گفتن که اول خو حال نمی گفتن. بعدن که کم کم امرای دیگه بندیا عادت میشدن، گفتن که برای ما اینطور درس میداد که افغان ها که هستن اوجا زندانی کلشان وحشی هستن، ای از کوه ما گرفتاییم، از جنگلات گرفتاییم، این نفره اگه شما نزدیک بشوین شما را میزنه، شما را حتی مثلا زخمی میکنه، میخوره شما را. اینطور یک تصور بود نداده بودن که شما یک جای میرین که دو جا ما وحشی ها را بندیان کردیم. ولی پسندتر که اونا میفهمین که خوالا آدم های هستن که تحصیلم دارن، تعلیم دارن، یا تعلیم عصری یا تعلیم دینی. آرام آرام کتی ما ایتور می شدن که بخی صحبت ها می کردن کتی بندی ها. بعد اونا یک چیز می گفتن که ولا بزرگای ما خیلی نفرای احمق هستن، ای بری چی می زندان بری شما جور کدن؟ ای جا که ما آمدیم شما را می بینم علایده یک تک سموکاتی علایده دارین. اونا خودشان اقرار می کردن که کلی نمازای شما به جماعت هستن، نان ما منظم برای شما میارم، شما انجمنی مثلا برای شب جمعه تقریبا هر شب جمعه در هر پنجره انجمنی ادبی بودن، مثلا دو جمع مشایره جور میشدن، دو مزاک میشدن. بندی خو برای خود یک ترتیب جور کده بودن. آها، یک تقسیم اوقات داشت. اونا بعض گفتن که شما بجای از اینکه تعذیب شوین دیجا، خو شما خیلی راحت هستین، این بزرگای ما خیلی آدمای احمق هستن که چرا برای شما می چیزی جور کدن؟ بعدا ما میگفتیم که او امریکا به امریکا میگن که او امریکایا شما اصلا احمق به خاطر هستین که سر افغانستان حمله کردین. افغانا از مقابله با شما بخی پشیمان نیستن و من الحمدلله که در زندان هستم اون پشیمان از این نیستم که ما چرا مقابله کردم و چرا بندی شدم. ما افتخار میکنم بعضی که به خاطر آزادی کشور، به خاطر دفاع از نوامیس ملی و دینی خود دیگه جا که می باشم افتخار ما هستن. ما که انشالله پیر مرد شوم، باز به نواسای خود قسم می کنم که ما یکان وقت در دیپاس کشور زندانی امریکایی همی بودم. این بری ما یک افتخار هستن. شاید بچه و نسل اینده ما تاریخ ما را بینویسن که نسای کنین یکان وقت که امریکایی سر افغانستان حمله کرده بودن، یکای ما اکتی امریکایی مقابله می کردن و جهاد می کردن. یک نفر افتخاران میگن که یکی از نیاکای مام در زندانی امریکایی بندی بودن. گفتم که این باعث افتخار هستن، این نیستن. ولی
و نه خو میخواستن که مرا تعذیب بیتن ولی الحمدلله ما مفکوره داشتیم که هر بندی جدید که میامدن گفتن که او بیدر شما سه کنید خبر است نیه کجا هستن؟ گفت که خوزندان است نیه گفت این مدرسه ملا صاحب است ملا صاحب امیرالمومنین صاحب میگفتن این مدرسه ملا صاحب هستن بعضی بندی همه طور مزخن میگفتن که هتل اسامه است نه نه از اونا میاین مدرسه ملا صاحب هستن بعد امریکای خیلی افسوس میکردن که ولی این نفره که در ده سال ما میجا باشن دامی پنجره بعض تاسوف میکردن به اینکه اگر ما بجای شما دامی پنجره دامی کیش دامی سیل میبودم مرا خو حلقه ویزان میکردم خودم بخاطر که چطور دل شما تنگ نمیشن ما گفتیم که ما بخاطر عقیده ای که دارم الحمدلله دل ما خوشحال هستن دامی احساس ما زندگی خود تیر میکردم و هر بندی که از بگرام خارج شده الحمدلله بجای از اینکه دماغش خراب شده باشه یا مثلا کدام تکلیف عصبی داشته باشه بجای از این الحمدلله عالم جور شده از او قاری جور شده حافظ جور شده اخلاق یاد گرفته و ایره یاد گرفته که چطور در یک ماحول در یک جایی که مثلا بسیار از ولایت ها بسیار از مردم جمع شده باشن چطور ما حوصله یاد بگیرم بسیار خوب خوب یک مرکزی برای ما بودن که تجربه خوب بود برای ما بله در سه سالات تجربه بسیار خوب داشتیم اولین زندانیستن که تجربه خوبش قصه کردیم میخوایم بدانم زمانی که شما را به المان انتقال داد بعدش هم شما را آزاد کردن اولین کسی را که شما ملاقات کردین در جمع فامیلتان کی بود و چه زمان مادر جانتان شما تانستن ببینین بعد از سه سال ما در بگرام روز جمعه بود بعض از نماز عصر یا دیگر ما سپورت میکردم ما مصریف سپورت بودم چون ما سیلیدر یا مسئول پنجرم بودم یعنی بندیا خود یک مسئول خود نماینده خود انتخاب میکردن اون را سیلیدر میگفتن یک انضباط داشت دیگر بله بله ما بودم بعد امریکایی ها نمبر ما را گرفتن اوجا نام نبود نمبر بود نمبر ما را گرفتن مرا خواستن یک دسته از وکلا و از کسایی که در محکمه امریکای کار میکردن اونا آمدن نمبر مرا گرفتن مرا که خواستن گفتن که ما چند نفرم برات میگم مرا بخواین که ما پرچم میتون هر شش ماه اونا یک اردبی میگفتن یک محکمه نظامی بودن یک چیز ریویو میکردن یعنی سیستم قضایی از اونایی طور نبودن که مثلا مثل سیستمی که مثلا در شهر یا در شریعت باشن اونا یک سیستم نظامی داشتن هر شش ماه یک دفعه ریویو بورد میگفتن چند نفر از پنجره ما را گفتن که را باید شش ماه دیگه بمانه بر ما گفتن که بر شما یک خبر جدید دارم ما به خیران مندم یک احساسی دیگر کردم گفتن که شما آزاد میشین بعد از ما نمبر برادر خود گرفتن که نمبر برادر از فامیل یک نمبر بیتین چون زندانی بگرام یک زندانی استخباراتی بودن بله ما کوشش هر وقت کوشش میکردیم که نمبر غلط بیتم نمبر صحیح نتوم دی برای که گفتن بعضی بندیا برای ما گفتن صحیح بیتین که خلاص میشین خود تجربه دیگه بند زندانیا برای ما گفتن که تجربه ما هستن که بنا خبر میتن بعد نمبر بیادر خود دادم اونجا یک دو شو بودم بعد مرا کشیدن از وقتی تقریبا پنج بجه بود از چهار بجه بود یا پنج بجه بود خود وقت طلوع آفتاب نشده بود مرا انتقال داد به اونجا به کمپشن هلمند که بود شوراب یک جای هستم میدان کلاند اونجا از اینجا انتقال داد پس از او بعض دیگری کفتر مرا به شهر لشکرگاه انتقال داد لشکرگاه که ما رسیدم دو جا از والی همون وقت امی گلاب منگل والی بود دو وقت خو 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 قای منگل بود قای منگل بود بله بعض متروانی از اونا مترای از اونا از ولایت آمده بودن دو جا یک جلسه گرفته بودم اصلا اونا هیچ خبر نبودم که از بگرام بندی امریکای خلاص میکنه بعدا امریکای به اونا خبر داده بودن که ما چند نفر خلاص میکنن شما استفاده بکنین بگوین که ای از کمیسیون صلح ایرا بکوشش از اونا خلاص کردیم بعدا دو جا به نام دکتر شوالی یک نفر بود که مسئول دفتر صلح دو وقت بود از شورای صلح یک خوب جلسه کلان گرفته بودن
من که به موتر ولی امان وقت ششتم بعد گفتم که تلفن دارین گفتن که به ما میتر سیل کرد گفت ها دارم گفتم یک دفعه بیتین که ما به بیادر خود احوال بیتم نمبره که روح کدم بیادر ما که صدای ما را از ما جوانتر است بیادرم دو سال از نور احمد نام داره زن که زدم گفتم که نور احمد میشنوی او گفت که کیستی شما؟ امی صدای مرا خوشنخته بود بخود دلش تیر نمیشد که یکن وقت بری ما زنگ بزنه هیجانی شد بس گریه کرد که شما فلان هستی؟ گفتم ما کجا هستین؟ گفتم که مرا خود لشکرگاه وردن بعدا امی تو گریه میکرد تلیپون قطع کرد رفت سیده به خانه رفته بودم بعد به مادر و به خانواده ما یک صحنه خیلی جالب بود اون وقت که از اون صحنه قصه خاط کردیم بله آل دوستا یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم وقفه چقدر زود قدم میایه پس از وقفه دوباره میایم جای نریم همونطور که قول دادیم که زود قدم میایم زود قدم اومدیم بخیر و شما بینده سراچه از طلوع هستین خب پس از اینکه شما اولین بار خانه داخل شدید رفتید به اتاق فامیل دیدید از اون لحظات قصه کنیم بله من به لشکرگاه که مرا بردن اونجا یک جلسه بودن بیادری من بعض دیگه فامیل مرا خبر کرده بودن بعد یک 20 متر از شهر کندهار به طرف هلمند به لشکرگاه حرکت کردن اونجا که رسیدن من از امی جلسه مرا ترک کردم بعد از اون مرا حرکت کردم از لشکرگاه به طرف قندهار تقریبا نزدیک به اذان شام بودن که به خانه خود رسیدم که رسیدم دو جام طالبا ما خو مدرسه هم دارم در قندهار طالبای مدرسه تقریبا 500 600 نفر بودن کلشان منتظر بودن مرا اجازه نداد که ما به خانه گفتن که یک دفعه اول باید به مدرسه بیاین و برادر کلان ما گفتن که سنت است که شما به مسجد بروین دو رکعت نفل شکرانه ادا کنین بعدا به خانه بروین اونجا که رفتم اذان شد نماز خواندم نماز شام بعد از شام بعض طالبا خو می آمدن کو هر یک کتی ما مثلا یک کس دستای ما را می بوسیدن یک سر ما را می بوسیدن و بعضی خو خیلی یک صحنه احترام و یک چیز بودن که ما را بسیار یکنن یک تقویت معنوی رو مرا داد او مجلس اول خیلی یک حالتی بود بعد از او ما به خانه رفتم دو جا خوارای و ما و مادری ما کل اما و خاله کلی قریبا دوستا جمع شده بودن مرا که دیدن کلشان گریه میکردند و از خوشحالی بدن مادر جان خیلی گریه کردند و استقبال کردند و مثل که در روسی کدام خوشحالی را دیده بودم که سری ما مثلا چکلیت و شیرینی هر خاله می آمدند و اما می آمدند مبارکی به مادر ما می دادند مادر بخی تو یک احساس می کردند که بخی بیهوش شده بودند از خوشحالی بعد الحمدلله می چند روز که بودم خیلی به راحت و خوشحالی بودم بعد از او مجبور شدم که پس سری ما چپه می زدن و حکومت اموان وقت بعد از او هجرت کردم رفتم از قندهار ماست بسیار خوب میایم سری موضوعاتم خواد آمدیم حال یک چکر بیایم به کارهای تازه شما جناب موین صاحب شما موین امور جوانان هستید در کل در این مدت واقعا خودتان اگه خودتان نمره بدید چند نمره خواهد دادید به خاطر از اینکه متاسفانه در یک شرایط قرار داریم که جوانان ما بیکار هستند و اکثریتشان در صدد ترک وطن هستند و اکثریتشان وظیفه ندارن از بیکاری رنج میبرن واقعا خود مسئول میبینین گاهی وقت شبها که بعد بستر خواب میرین فکر میکنین که ای کاش عزیزم کدام کار بیای برشان انجام بدم یا کاش این کار انجام میدادم برشان بله من من حیث مسئول جوانای افغانستان یقینا هر وقت بغیر از اینکه در پیش روی شما بگویم که امرای خداوند متعال جل جلاله یگانه ما و علاو تلا خبر هستن به اینکه دلی ما در برای حالت جوانای افغانستان یقینا ما دی حالت خفه استم و در صدد جزی استم که این حالت باید تبدیل بکنم به هر نوی که باشن ما
مامی خاطر از اول که کار شروع کردم یک ماه تقریبا به این ما صرف کردم که چطور به کدام شکل باید حالت جوانه باید تبدیل شوه و جوانه فعلا در کدام حالت قرار دارن. امیم مطالعه حالات جوانه و مطالعه ظروف که ما دارم برای حل مشاکل کلش مطالعه کردم، بعدا یک طرح ما جور کردم، طرح به نام اعتماد و اقتصاد. این طرح برای یک پروگرام ملی بود برای اصلاح فکری و تقویت حالت اقتصادی جوانه. این طرح که ما جور کردم بعد وزیر صاحب به وزیر صاحب سپرده شدن. وزیر صاحب بعد به علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله روان کردن. امیر المؤمنین صاحب حفظه الله که این طرح مرا دیده بودن، بعدا مرا خواستن، گفتن که شما بیاین که سر از اون طرح ما خودم سر با شما صحبت بکنم، چون این موضوع یک موضوع مهم است. امیر المؤمنین صاحب حفظه الله وقتی که مرا ملاقات دادن، ما که او را دیدم پس از پرسانای ابتدایی، اوجا دیدم که 6-7 وزیر صاحب هستن اوجا و خود معاون صاحب سیاسی رئیس الوزراء صاحب هستن الحاج مولوی الکبیر صاحب حفظه الله. ما از علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله عذر خواهی کردم که بسیار میبخشین ما در مجلس شما آمدیم که یعنی مزاحمت کده نباشم. ما گفتم که وقتی که مجلس شما بزرگا خلاص شد بخیر، پس ما را بخواین. بعد امیر المؤمنین صاحب به ما گفتن که این مجلس برای شما خواندیم گرفته شده. بله، برای شما گرفته شده. این مجلس برای جوانای افغانستان هستند. خوب است که این مجلس به سطح رهبری وزارتخانه ها و خودی به سطح رهبری ما اجرا شوه. ما خیلی متاثر شدم از اینکه خود علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله یقینا توجه زیادی برای جوانان دارن. بعد از طرح ما را گفتن که شما بخوانین، ما کلشان میشنویم. بعد به وزیر صاحبه هدایت دادن که در هر نقطه که شما کدام نظری دارین امورا بگوین. شما باور کنین از بعد از نماز شام این مجلس شروع کردیم تا یک بجه شو، خود علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله همراه 6-7 وزیرا مصروف امیر مجلس بودن که چطور حالت فعلی جوانا باید به طرف مثبت تغییر بیتم. این یک چیز خیلی برای ما جالب بود که به سطح رهبری امارت اسلامی الحمدلله یک توجه موجود است. پس چطور شما از رهبری زمانی که توجه میکنه چند روز یا چند وقت پیش آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله از گماشتن افراد غیر مسلکی در ادارات شکایت کرد و گفتند که نباید افراد غیر مسلکی گماشته شود، باید جوان ها و باید تحصیل کرده ها بیاید، چرا نمی آین؟ خیلی واقعا شما که نماینده جوانان هستین، در کنار جوانان هستین، امی کار کجاش می لنگه که جوان نمیتونه وظیفه پیدا کنه؟ خیلی یک سوال مهم هستن. دو گپ خیلی مهم است. وقتی که امارت اسلامی پیروز شد و حکمیت خود را پس از 20 سال اعاده کرد و کنترل دولت را دست گرفتن، شما میفهمین که ما یک حکومت موازی داشتم. در این 20 سال گذشته ما فعالیت های جنگی، فعالیت های اداری، فعالیت های صحی، فعالیت های اقتصادی و فعالیت های فرهنگی تقریبا 21 کمیسیون ما داشتم که هر کمیسیون معدل یک وزارت بود. در این کمیسیون ها ما تشکیلاتی یقینا داشتم که مرات را تا پیروزی رساند. در هر بخش ما جوانایی داشتم که کار میکردن، تنها در بخش نظامی نبودن. شما میفهمین که امارت اسلامی ما خودم 7 سال به حیث مسئول ارتباطات بین المللی در کمیسیون اسیرا ما بودم 7 سال. 3 سال ما مسئول عمومی سایت الاماره بودم که دست تقریبا در دسترس ما 12 وبسایت بودن. این کلشان ما یعنی در هر بخش مدیریت میکردیم. بله، به این معنی که ما یک حکومت موازی داشتم. بجای خوب علی که فتح احمد امی نفرای ما که 20 سال همراه ما جهاد کردن، همراه ما کار کردن، زحمت کشیدن، تجربه خیلی یعنی شما خودت میفهمین که تجربه های تلخ میاین در این وقتا. بشک خوب
بعدا امارت اسلامی یک جوانی کرد. هیچ کس را هم در وزارتخانه ها جواب ندادن که شما برین امیر چوکی را با مجاهد بگذارین. کسایی که فرار کردن از افغانستان چوکی های از اونا که خالی بودن 20% از اونا از مجاهدینی که در وقت جهاد خدمت کرده بودن اونا جا بجا شدن در وزارتخانه ها 20% تقریبا 80% فیلان امی کارمندای دوره پیشین هستن. یک گپ دیگه میزنم. ببخشید دال وقفه داریم باز وقت وقفه زود رسید. من حتما سوال خواد کردم که شما برحق میدانین که مثلا تعداد از کسانی که مثلا در بخش های مسلکی کار نکردن و درست و بخش بلد نیستن از لحاظ تکنیکی و حرفه‌ای اما گماشته شدن، شما موافق هستین دقیقا با این گپا؟ خب حال یک وقفه میگیریم دوستان، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم همراهیتون رو میخواییم. بازم خوش آمدین، یک سلام مجدد دارم به دوستایی که جدیدن همراه ما یک جا شدن و سراچه رو میبینن. خب جناب موین صاحب، گپی مسلکی و غیر مسلکی، بله یقینا یک گپی بسیار مهم در بین جوانان هستند، یک گپی مطرح هستند، مسئله مطرح هستند که چرا امارات کسای غیر مسلکی را در بستهای مسلکی میگونن. ما شما مردم میگه دیگه، بله. در کل در شهر و بازار مردم روی این موضوع صحبت میکنن. ما شما باید یک تفکیک باید داشته باشیم در برای بستهای مسلکی و غیر مسلکی. اگر بجای یک دکتر کدام مجاهد که او تعلیمات طبی را داشته نباشن آورده باشن یقینا کاری غیر مسلکی است. اگر بجای پیلوت یک کسی مثلا آورده باشن که او در بخش فقه مثلا تجربه دارن این کاری غیر مسلکی است. اگر برای تعمیر یک یا ایجاد یک تعمیر برای یک پروژه‌ای که جهت تعمیراتی داشته باشن یک مولوی صاحب آورده باشن یقینا کاری غیر اصولی است و غیر مسلکی. اما در بخش کنترل یک اداره اگر یک کس میگن که این اداره باید حتما به دست انجینر باید مدیریت شوه یا به دست دکتر یا به دست کسی که او از بخش اداره و مدیریت فارغ شده باشن پوهنتون حتما خوانده باشن، به فکر ما این تفکیک صحیح نیست. کسی که تجربه مدیریت بیساله دارن خصوصا وزیر صاحبه ما که مختلف کمیسیون ها را اداره و کنترل کرده بودن، الان الحمدلله شما میبینین اگر کدام مشکل در مدیریت بزرگا می بودن، الان کدام وزارت تا به حال ناکام شدن، آیا افغانستان بانک در این شرایط سخت آیا یک روز کدام نهاد بین المللی انتخاب کردن که همین کارهای غیر مستقی کردن؟ نکردن. یک ما گفت خود خلاص میکنم، ولی حتما در بعضی بخشا بعضی وزیر صاحبا کسایی که مورد اعتبار قابل اعتبار از اونا هستن بعضی رفیقای خود شاید گمشته باشن، ولی در مجموع پالیسی امارت اسلامی این نیستن که در جای انجینر یک ملا یک مجاهد یک طالب بیارن. اگر آورده باشن او خودش نمیتونه که کار به پیش ببرن، حتما یا استعفا میتن یا خودی وزیر صاحب مورد انتقاد گرفته میشن که وزیر صاحب شما می نفری که در جای اینجنا وردین این کارهای خود به پیش برده نمیتنن. وردین امارت اسلامی شما خبر دارین که احتساب موجود هستن از هر وزیر صاحب از هر رئیس صاحب حساب گرفته میشن که شما در طول یک سال یا شش ماه چه کارهای کردین. یقینا. اما موین صاحب شما همیشه میگین نه تنها شما، اکثریت از مقامات امارت اسلامی افغانستان میگن که 80% ما داریم کسان را که در حکومت گذشته هم کار میکرد، 20% اگر مجاهدین ما آمده باشند. او 80% در رده های بسیار پایین مثلا مامور است، حتی شاید مدیرم باشه، شاید مدیرم باشه، من نمیفهم. اما در سطح بالاتر و در مدیریت های عمومی و در ریاست های عمومی در معینیت ها و در وزارت ها خب نیستند دیگه. مردم افغانستان میخواین که در بخش های مختلف جوانایی که حداقل تحصیل کردن، درس خواندن، زحمت کشیدن و امروز بیکار هستن اونا بیاین کار کنن. من تجربه خودم را شریک میکنم. بله.
ما از زمان پیروزی امارت اسلامی تا به حال در دو وزارت ما کار کردیم. تقریبا 6-8 ماه ما رئیس دفتر وزارت انکشاف دهات بودم. در دو وزارت شما باور کنین که اکثر مامورین حتی به سطح ریاست مامورین قبلی بودن. حتی رئیس صاحبه فعلا هم رئیس صاحب مالی از اون از دوره قبلی هستن. بعضی رئیس صاحبه دیگه هم هستن. به خود وزارت اطلاعات فرهنگ بیاین. رئیس دفتر جدید نیست. اما کسی که در دوران جمهوریت کار میکرد یا در دوران حکومت قبلی کار میکرد فعلا هم هستن. در حتی در معینیت جوانه رئیس هماهنگی برنامه ها حضرت الله شریفی نام دارن از امو وقت هستن. رئیس جوانه رضاکار از امو وقت هستن. رئیس جوانایی که بیکار هستن. من میگم. سه رئیس دارم ما. یک مشاور کلیشان یک جدید تقرر نیستن. کلیشان از امو زمان هستن. یک گپ هست بیادر که ما یک کار کردم. یک مکانیزمی رسیدگی به شکایت جوانه را ما ایجاد کردم. دامو مکانیزم ما به یک کمیته را وظیفه دادم که هر جوان اگر شکایت بکنن شکایت از او را شما طوری اصول قانون شما رسیدگی بکنین. مثلا شما میان که ما یک انجینر هستم یک دکتر هستم ما میخواهیم که در امارت کار بکنم. ما میگم که یک عریضه شما بیارین. عریضه را میارن بعدا ما حکم میتون به ریاست مسئولیت آموزش که ارزیابی از این جوان بکنین اگر واقعا قابلی همی کاری که او میخواین بود بعدا با موی داره معرفی کنین. اکثر جوان متاسفانه ای طور هستن که در ارزیابی ناکام میشن. به این معنی که یک نفر آمده بودن به ما گفتن که ما از اقتصاد فارغ شده ایم. گفتم که اقتصاد چه معنی داره؟ لفظ اقتصاد. دو نفر بودن اما دیگه به دیگر سیر کرد که او بیادارم لفظ اقتصاد عربی است یا یونانی است. او گفتن که نی به نظر ما خو ولای یونانی معلوم میشه. فهمیدین؟ خو بله. بعدن گفتم که گفت ما به ما گفت که موین صاحب اقتصاد به معنای پول است، مثلا که پول باید پیدا کنم. گفتم که نی غلط است. شما پوهنتونی یا پوهنزی اقتصاد که میخوانی برای ازی میخوانی که چطور پول پیدا میکنی یا دیگه مقاصد دارین شما. یعنی حتی به معنای اقتصاد از پوهنتون فارغ شده بودن معنای اقتصاد یاد نداشتن. یا رشته را کنده بودن که معنای از امورم نداشتن. معنای از اونه. بخیر روز را شاید باشیم که جوانای با ظرفیت و با استعداد به شما مراجعه کنن و شما هم همراهشان همکاری و کمک کنید. ما حاضر هستم. بخیر باشین. حال یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم. پس از دیدن وقفه بخش آخر برنامه را فراموش نکنید. بازم خوش آمدین عزیزانم. بخش پایانی سراچه است و شما همی لحظه طلوع را تماشا دارین. من میرم به طرف تخته و چند نام مشخص مینویسم و جناب موین صاحبم در مورد چون نظر را اخاد کردن. اولین نام شیر محمد عباس استانگزی. در مورد چان چی گفتنی دارین؟ در مورد اظهارات اخیرشان که داشتن نظر شما چیست؟ نظر شخصی ما است. نظر به مسئولیت خود نمیگم. استانگزی صاحب یکی از بزرگای دلیر امارت اسلامی است. واقعا ما وقتی که پیمان دوحه را امضا می شدند در مو وقتی که بعضی اظهاراتی که کردن یقینا باعث افتخار بودند و قابل قدر بودند. ولی در یک مجلسی که در برابر بعضی چیزایی که مربوط یک عالم می شدند و بعضی اظهارات کردند و باعث ازی بودند که خدا نخواسته در مابین ملت یا مردم افغانستان سبب اختلاف نشوند، ما خودم حمایت اظهارات از او را دی برا نمی کنم. و سبب عظیم این است که خدا نخواسته ما به شخصیت آقای استانگزی کدام ملاحظه دارم. آقای استانگزی یقینا یک شخصی مدبر
هوشیار و دلیر هستند. ولی در این بخش هر انسان یک اشتباهی چون انسان هستم دارن که برای بعضی چیزایی که مسلکی از اونه بودن یک فیصله یک فتوا واری یک چیزی گفتن که ما به کسی چلنج میتونم که را ثابت کنن که فرض هستن یا فرض نیستن. در این بخش ما موافقی موقفی از این نبودم. جناب آمد کرزای رئیس جمهور از بق افغانستان. آقای کرزای هم یک خوبیش هستن که در افغانستان هستن فعلا همراه مردم افغانستان، ولی متاسفانه ما یک کدام چیزی خوب از اون نداریم، یعنی خاطره خوب، چون سبب اشغال امریکایی او خودش نبودن ولی اونا استعمال کردن در اول. خوب است که سر از او دیگه تبصیره نبکنم. یک ریش سفید هستن در افغانستان زندگی میکنن و همی کافی است که در افغانستان که زندگی میکنن کافی است که مردم افغانستان او را چیزی نمیگن بریش. آقای فضل هادی مسلمیار. مسلمیارم حزب عطف کو به آقای کرزایی. خب در مورد چاندگه هیچ گفتنی وجود نداره. خب بیاین یک نام متفاوت به شما نوشته کنم. میشه که در مورد چان نظر بتین؟ چون معلوم میشه که انگلیسی هم خواندین و در این مورد شاید یک نظر داشته باشین. صحیح است. مولانا سعید. نه امرای یه چیزا ما علاقه ندارم سر می بخشم. نه مشناسین؟ نه نمیشناسم بخیر. ایت نمیشناسین؟ نمیشه شنیدم ولی مورد تعلق و چیزایی که مسلکی از اوکی هستن یا کدام توهینی که با دین مبین اسلام میکنن یا فعالیت های از اونا که هستن خوب است که داری برای ما بخیر صحبت نکنم. لالای امیدزایی نماینده پیشین و از وطنداران دانست قندهار زیبا. در امارت اسلامی ولایت مهم نیستن. ما به هدف ما فقط بوده که از نموس از قندهار زیبا هستن. میشناسم و دمو دوران اشغال او را شناختم. به این معنی که نمیشه شنیدم. الحمدلله تا بال امری از او صحبت نکردیم. الحمدلله. الحمدلله به این خاطر میگم که او عطف میکنم به می دو نفر دیگه که بیشتر مرا نمیستیده. یک تفاوت خود با موین از بقی امور جوانان بر ما بگین. اونا هم محافظ داشتن، اونا هم بلنکروزر زیریهی داشتن، اونا هم همه گپای دیگه رو داشتن و شما هم دارین. بسیار کوتا بگین. موین از بق در وقتی امریکا جمهوریت. بله بله. متاسفانه موینت جوانه ما که علی اسناد از اونه را میبینم. موینت جوانه به حیث موینت نبود، به حیث یک نمایندگی تبلیغات برای جمهوریت و برای امریکایی بودن و مستقیما از سفارت امریکا رهبری میشدند و سپورت میشدند. و الحمدلله فعلا در امارت اسلامی واقعا برای جوانه افغانستان یک نمایندگی است که از طرف علی قادر امیر المؤمنین حفظه الله و رهبری امارت اسلامی رهبری میشوند و هدایت داده میشوند و حمایت میشوند. بسیار خوب. در یک شبانه روز چند ساعت تلویزیون میبینین مشخصا شما؟ یک ساعتم نمیبینم. برنامه ما نمیبینین؟ تلویزیون در موبایل میبینم، تلویزیون به خانه ندارم. برو سعیزه موبایل هم که اینه. تشکر جناب موین صاحب ازی که دعوت ما رو پذیرفتین. سپاسگزار هستیم. تشکر از شما وطندارایم که تا این دم همراه ما بودین. تا برنامه بعد هم شما رو به خداوند میسپارم. شاد و موفق و خرم باشین. برنامه های بعدی تلور هم فراموش نکنین. بدرود.